بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین مبانی تصمیم سازی و چاره سازی رو پی میگیریم با مسئله هستی شناسی تصمیم و تدبیر در واقع هستی ماهیت و چیستی تدبیر و تصمیم چه ابعاد و ملاحظاتی رو در متن خودش داره در مبانی دکتورینولوژی یک تصمیم و تدبیر از باور تا اجرا یک سیر منطقی رو طی میکنه ما وقتی به امام حسین علیه السلام میپردازیم حالا روایت 54 سال 57 سال 60 سال ما خیلی با حجم عمر حضرت کار نداریم یک نکته رو می‌بینیم، این خیلی نکته مهمیه که کمتر کسی زندگی حضرت عبا عبدالله رو میشناسه ما همشون دو سه ماه آخر رو خبر داریم هرچه در طول دهه محرم گفته میشه این حجم عظیم کتاب هایی که نوشته شده در مورد اون سه چهار ماه آخره یعنی از یک عمر بیش از نیم قرن از امام حسین علیه السلام ما یک مقطع محدود پنجش ماه رو خیلی خبر داریم بله البته تو بعضی روایات بعضی داستان ها مثل اون چیزایی که توی داستان راستان شهید متحری آمده مواردی از این دست که مثلا دوتا کودک بودن امام حسن امام حسین پیرمردی بعد وضو می گرفت رفتن مثلا یاد این بدن امر به معروف نهی از منکر کنن این چجوری وضو بگیره تصمیمشون این بود لذا رفتن گفتن شما قضاوت کن ما کدوم زیباتر بهتر وضو می گیریم ابتدا امام حسن وضو گرفتن بعد امام حسین و اون پیرمرد متوجه شد که اشتباه کرده و باید وضو خودش رو اصلاح کنه ببینید ما غیر از این تک موارد در زندگی ابا عبدالله اطلاع خاصی نداریم یعنی نیم قرن ما در مورد امام حسین سکوت داریم اون اطلاعات فربه و گسترده ای که از شخصیت امام حسین علیه السلام داریم مربوط به اون سه چهار ماه آخره مردن معاویه اون یک سال آخر عمر حضرت مردن معاویه بعد مسئله بیعت با یزید و اینکه حضرت بیعت نمی کنند، از مدینه میان به سمت مکه حج رو انجام بدن نیمه تمام میگذارن با دعوتی که توی کوفه شده بود میان به سمت کربلا و اونجا شهید میشن ببینید بحث این نبود که من حسین ابن علی هستم بقاء دین جدم به اینه که من شمشیر بکشم را بیفته بره تصمیمی که اینجا ساخته شده بود با وجودی که نقش خودش رو میدونست اما ابتدا به ساکن نبود شاید اینجوری بتونیم بگیم که اگر بیعت مطرح نمیشد که یزید به زور گفته بود حسین باید بیعت کنه یا اگر دعوتی در کوفه نبود آیا حضرت به راه می افتادن اصلا خیلی از ماها کاسه داختر از آش میشیم یه موقعی خیلی زود میخوایم خیلی چیزا رو زود پیاده کنیم اجرا کنیم حالا که حوصله انبیا و ائمه در فرایند شدن و سیرورت حوصله عظیمی بوده ما این حوصله و صبر رو متاسفانه بهش توجه نمی کنیم نتیجه که از این مسئله میخوام بگیرم این نکته است که یک طراح استراتژی در نگاه به ائمه و انبیا حتما و لزوماً باید توجه کنه تا چیزی زمانش داره نزدیک میشه اون رو پیگیری کنه یعنی در واقع شما اگر چیزی رو زودتر بخواید محقق کنید نارس خواهد بود اگر چیزی هم از زمانش بگذره به همین نسبت بخشی از عنصر زمان آگاهی وقت شناسی تو این مسیره لذا امام حسین نیم قرن خود رو می سازه آماده میکنه برای اون دو سه ماه آخر دو سه ماه آخری که شرایط ایشون رو به این رسوند که در واقع ایشون که هیچ وقت از زیر این ذلت نمی رفت که بیعت کنه بعد را میفته میره حج حج رو تو مکه نیمه تمام میگذره با دعوتی که از کوفه شده بود را میفته میاد سمت یعنی با این دموکراسی نیمبند اون روز که بیعت رو پیشا پیش فرستاده بودن حضرت میان به کوفه نمیرسن و در کربلا در سرزمین تف شهید میشن خب دقت بفرمایید اینجا یک باوری در یک فردی بود تا اجرای این باور بیش از نیم قرن خودسازی نیاز بود اگر ما صرفا بیایم اون چند روز آخر به خصوص اون تاسوعا و آشورا رو خیلی برجسته کنیم کار صدمه میخوره امام حسین شناسی تاسوعا آشورا نیست امام حسین شناسی بیعت مردم کوفه هم نیست امام حسین شناسی اصرار بر بیعت از سوی یزید هم نیست توی مدینه امام حسین شناسی قبل از این تحولات یعنی اون پنجاه سال قبل که یک فردی به یک باورهایی رسیده باورهایی رو در درون خودش داشته فرزند فاطمه و علی است فرزند قرآن در واقع وارث همه انبیاست به تعبیر مرحوم شریعتی وارث آدمه یعنی از آدم تا خاتم هر چی جمع شده بود وارثش میشه حسین این یک سازوکاری رو رقم میزنه خودی رو میسازه آماده میکنه باوری رو در خودش به وجود میاره که وقتی این صد میشکنه و این باور متراکم یک بار این صد وجود این فرد رو میشکنه جاری میشه این شده که شما پیام آزادگی است که همچنان مستمره لذا محدود کردن حسین به محرم به آشورا به تاسوعا به زمین کربلا ظلم در حق یک چنین شخصیتی است در مورد کوه یخ گفته میشه که بخش کوچکش بیرون از آبه بخش عمده زیر آبه ماهیت تصمیمم هم همین جوریه یا تاسو آشورا از زندگی یه فرد میبینیم اینکه چی شد یه فردی به این باور رسید و در این باور بود و زیر بار ظلم نرفت مسلحت سنجی نکرد این 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 واقعا من نگاه میکنم میبینم که همه فکر میکنن امام حسین بله خب بالاخره اگر پسر علی و فاطمه نه اصلا اینطوری نیست انبیا بچه هاشون خراب میشدن در مورد پیامبر خود ما داره که انا بشران مثل یوها امام هم همینطورن هم بشرن نفس دارن ولی اسمتشون معناش اینه که اینها خودشونو ساختن اینا از اول تا به آخر خودسازی کردن محصول یک باورهایی بودن یک اعتقاداتی بودن یک مراقبات و یک کنترلهایی بودن انسان پخته ای رسید به اینجا که آماده شب دهم ده شد همه ما تو زندگیمون داریم این مرحله رو منتاش خب خیلی از ماها حالا یک کسی مثل من عموما مردود این امتحان میشن اون چیزی که شما در مورد ابا عبدالله میبینید سرور آزادگی یعنی تراکم این باور وقتی به مرحله اجرا میرسه اون اجرا توی تاسو و آشورا مثبت بودنش به دلیل یک عقبه بیش از نیم قرن باور شامل تصمیم و تدبیر مناسبه که در این تدبیر و تصمیم اولا در حوزه فردی خودسازی در عصر پیامبر که روی شونه های پیامبر بود در عصر پدر بزرگوارشون همراه حضرت امیر سکوت کرد سکوت کرد امروز کسی اینجا پدرش وزیر باشه چیزی به پدرش بگن صداش در میاد میاد 500 تا مصابه میکنه 70 تا سایت میزنه اما هیچگاه از پدرشون جلو نزدن هم امام حسن هم امام حسین وقتی هم که برادرشون امام حسن مشتبا دوره امامتشون هست باز میبینیم از امام حسین هیچ سر و صدایی نیست کاملا تابع ولایت برادر بزرگتر و وقتی میرسیم به شخصیت خود ایشون باز با درایت پس اولا خودسازی و ولایت پذیری و ثانیا صبر اون چیزی که توی زندگی انبیا و ائمه آدم رو خسته میکنه صبر ایناست ما به جای اینها کم میاریم لذا اساس تحریزی استراتژیک با منظر دینی این معلفه ها رو برمیتابه یعنی ماهیتی به نام تسکیه ماهیتی به نام ولایت و ماهیتی به نام صبر تا زمان کار برسه پس مدل امام حسین در هستی شناسی تدبیر و تصمیم مدل انسانی است که باوری رو در خودش پرورونده پنجاه سال این باور رو حفظ کرده توی مقطع محدود سه چهار ماه اتفاقای میفته که در واقع امام حسین خونش باعث میشه که حقیقت برای همیشه روشن و شفاف بمونه ما اون قسمت تاسو و آشورا رو میگیریم اجرا یا خیلی که عمیق‌تر بخوایم نگاه کنیم از زمان اصرار یزید بر بیعت از اونجا به بعد رو که تاریخ در واقع شناخته شده ای وجود داره در مورد امام حسین علیه السلام اون قسمت رو میگیریم اجرا ما قبل اون هرچی هست حوزش تصمیم و تدبیره از مرحله باور تا مرحله اجرا پس ببینید این وجود مبارک بیش از نیم قرن باورسازی عمیق خودسازی نسبت به اون باور تصمیم و تدبیر دقیق نسبت به اون باور و بعد یک اجرای بسیار زیبا اجرای بسیار بسیار دقیق هرچند امروز محدود شده به چهار تا پوستر روی این جلوی حیعت و زنجیر و قمه و نمیدونم علم و کتل و قافل از اینکه حسین شناسی حسین دوره اجرا نیست حسین دوره تصمیمه حسین دوره تدبیره ما امام حسین رو توی تصمیم و تدبیرش باید بشناسیم نه توی اجرا توی اجرا که شمشیره و خون و گرسنگی و تشنگی و سختی نداره اینی که همه امروز کلی از بشریت الان دارن زیر توپ و تانک از بین میرن یعنی واقعا فرق میکنه بین اینکه حالا مثلا کودک شش ماهه امام حسین مثلا تیر سه شبه از این ور به گلوش بخوره یا کودکی که امروز تو لبنان و فلسطین تو جاهای دیگه داره یه جور دیگه کشته میشه خیلی راحته من که اینجا نشستم دارم به شما میگم این صبری که ما امروز توی جنگ فرهنگی و علمی این صبر آدمو پیر میکنه ما ای که از میدون جنگ نظامی آمدیم تیر و ترکش خیلی راحته جهت ریا میگم من چون چند بار تیر رو ترکش خوردم انقدر راحته هیچ یعنی تا موقعی که این شمشیر فرود نیامده آدم برقش یه ذره آدم رو ممکنه بترسونه فرود که اومد فقط یه سوزش داره هیچی نیست لذا واقعا این عزاداری ها نباید صرف این که اینها اینجوری شهید شدن و توی اون تاسوع آشورا باشه تو اون اجرا بلکه ما باید عزاداریمون برای این باشه که یک انسانی چطور خودش رو ساخت تا به این مرحله تو اجرا رسید و ما نشناختیم و درس نگرفتیم چون اتفاقا تو بود جهادی هم همه اون قسمت شمشیر زدن امام حسین و عبل فضل و سایرین رو دنبال میکنن کسی اون مراحل مقدماتی عبل فضل شدن علی اکبر شدن هنزده شدن نمیدونم حبیب ابن مظاهر شدن و قاسم شدن و زینب شدن رو تمرین نمیکنن. هستیشناسی شناسی تصمیم و تدبیر از باور تا اجرا یک سیر منطقی داره که از نظر مفاد فلسفی به دو کلمه عربی تفکیک میشه حقیقت و واقعیت در بحث تصمیم داشتیم که تصمیم یه آتشی است یه آتشی وجود داره ما در بحث تصمیم میریم بهش نزدیک میشیم از اون آتش حرارت میگیریم گرم میشیم این فضا حقیقت اون آتش چیه؟ یک واقع شدن اون حرارت در ما و اینکه ما چه مقدار از اون حرارت تأثیر میگیریم شما سمت چپش وایستادید اون سمت راستش این قسمت بالاش اون قسمت پایینش اطراف این آتیش استادیم حالا باد از یه سمتی بخوره کسی که آن سوی آتیش استاده در اثر این باد بیشتر گرمش میشه خب ببینید تنظیم حقیقت نسبت تنظیم واقعیت نسبت به حقیقت اساس هستیشناسی تصمیم و تدبیره به بیان واقع آنچه که بشر تفکر فلسفی مینامه تفلسف در 2700 سال گذشته در یونان اساس چیزی بوده که در جهان امروز مدرن تبیین حقیقت بهش میگن مسامحتن چون عربا چیز در ادبیات لاتین ما به ازای کلمه حقیقت مفهومی وجود نداره مسامحتن این کلمه ها رو توی فارسی و عربی روبروی واجه های یونانی، لاتین، آلمانی، انگلیسی و فرانسه میگذارن ما یکی از کشورهایی بودیم که در سه مکتب فلسفی مشا با فارابی و ابن سینا در اشراق با سهروردی و در حکمت متعالیه با مرحوم ملا صدرا از مجموع محدود کشورهای بودیم که در حوزه تفکر فلسفی به قرب و شرق کمک کردیم فلسفه دغدغش تبیین اقلانی پدیده هاست نه تبیین اقلانی حقیقت ولی بالاخره میخواد ذات اون آتش رو بفهمه که چیه اساس باور از اونجا شروع میشه مادامی که کسی به اون اساس این باور و آتیش توجه نکنه در اجرا در نتیجه نتیجه مثبتی بهش نخواهد رسید ما در کشورمون امروز یک وضعیت هفت مانند داریم به این شکل گروهی در کشور ما فلسفه میورزند خیلی خوب ارسطو و افلاطون و کانت و هگل و دکارت رو میشناسن در حوزه حقیقت و گروهی در کشور ما علم مدیریت میخوانند مدیریت استراتژیک میخوانند مدیریت صنعتی و دولتی سیاست و روابط بین الملل اقتصاد و جامعه شناسی پزشکی و مهندسی و در نهایت علوم استراتژیک اینها در حوزه اجرا برای اجرا اینها در حوزه اینها در حوزه واقعیت اینها در حوزه حقیقت یک شکاف عظیمی از این علوم غربی یعنی فلسفه غربی و روانشناسی و پزشکی و جامعه شناسی و سیاست و اقتصاد و دانش فنی غربی که تو کشور ما آمده یک شکاف عظیمی بین اینها وجود داره یعنی هستی شناسی اینها اگه شما سر کلاس های استادای فلسفه برید این موقع میگن برای چی اومدید فلسفه میخونید فلسفه هیچ زمینی رو تصرف نکرده ارزشی نداره چرا میاد فلسفه میخونید مهمترین استادهای فلسفه در جامعه ما نمیدونن که فلسفه مقدمه است برای یک خروجی و یک نتیجه یک بار دیگه هم عرض کردم خدمتتون این رو توی اون هفته پژوهش گفتم که یکی از شاخصترین اینها یه روزی وقتی فرانسیس فوکویاما بحث پایان تاریخ رو مطرح کرد بعدش ساموئل هنتینگتون برخورد تمدن‌ها ها رو مدعی شد این اومد تو مجله نامه فرهنگ نوشت استراتژ منظور از استراتژ همون استراتژیسته وقتی به سراغ فلسفه می آید می خواد فلسفه رو مصادره کنه برای مقاصد سیاسیش همین چند ماه پیش توی بر 13 سال پیش چند ماه پیش توی برنامه شبکه چهار تلویزیون اومده بود با چند تا استاد فلسفه دیگه این تقریبا قدرترین آدم فلسفه غرب کشور ماست اینی که عرض کردم بحث این بود که خب بالاخره شعاری داده شده به نام شعار عدالت عدالت چجوری تبیین میشه گفت خیلی مهم نیست تبیینش یه کسی ممکنه چهل سال بشینه عدالت تبیین کنه بغل دستیش که یکی از قدیمی ترین استاداست اون گفت مثل رالز جان رالز هشتاد سال عمر کرد معروف بود به فیلسوف عدالت دیگه کتابای عدالت نوشته بود گفت مهم پیاده کردنشه خوب دقت کنید بعد هفتاد سال کانت درس دادن مهمترین نشریه فرهنگی کشور رو در وزارت ارشاد منتشر کردن رئیس فرهنگستان بودن تازه یه کسی که یه عمر رفته سر کلاس هی نومن و فنومن کانت درس داده حالا به نتیجه میرسه که این نرمافزار یک خروجی باید داشته باشه از این سو هم دیدید دیگه صدها نفر دانش استراتژی رو خوندن دکترا گرفتن اومدن بیرون شما هیچ اثری ازش تو جامعه نمیبینید چرا چون روش استراتژی رو می خونن اتومبیل بنز میسازن بدون اینکه دو تا پمپ بنزین باشه که توی اون اتومبیل خیلی زیبا و خوب یه چهار تا گالون بنزین بریزی که را بره تفکر فلسفی بنزین اتومبیل استراتژیه کسی که خیلی بنزین تولید میکنه اتومبیل نداره و کسی که اتومبیل تولید میکنه بنزین نداره هر دوشون رو زمین موندن همون استاد فلسفه همین استاد استراتژی و سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی و پزشکی و صنعت هر دو با هم این شکاف عظیم فرایند پنج وجهی داره در غرب از مرحله باور تا مرحله اجرا آنچه که در جامعه ما در طول این چند هزار سال بهش توجه نشده اینه که فلسفه فلسفه های موضوعی از دلش در میاد فلسفه مضاف البته اخیرا حوزه های علمیه توجه خوبی به این مسئله دارن میکنن در دانشگاه ها هم همونطوری که میشناسید در مقطع فوق لیسانس در فلسفه های مضاف رشتهای داره راه میفته فلسفه علم فلسفه دین فلسفه هنر فلسفه اخلاق فلسفه سیاست فلسفه اقتصاد یعنی کاربردی میشه خروجی فلسفه مضاف در هر گرایشی میشه دکترین دکترین حلقه اتصال این دو سوی جدا افتاده از هم و این هفته اون چیزی که این وسط این دوتا رو پر میکنه خروجی دکترین استراتژی عمومی تاکتیک عمومی و تکنیک عمومی است و از دل اونها هم استراتژی موضوعی، تاکتیک های موضوعی و تکنیک های موضوعی بیرون میاد. اگر ما اسلام نداشتیم، ایرانی نبودیم، از خودمون چیزی نداشتیم، میخواستیم غربی باشیم، من اینجا فرضم اینه که ما اصلا الان توی غربی فلسفه غرب میخونیم جامعه شناسی و سیاست و اقتصاد و پزشکی و چیزا اینجوری تو غرب میخونیم ساختارش این بود یعنی واقعش اینه که فلسفیدن فلسفه های مضاف دکترین استراتژی تاکتیک و تکنیک عمومی استراتژی تاکتیک و تکنیک موضوعی از باور تا اجرا این پنج گام رو باید به طور طبیعی طی کرد ما امروز اینجا مدعیم یکی از قدیمی ترین کشورهایی هستیم که فلسفه به جامعمون آمد اما فلسفه الان اینجا گیر کرده تو این حوزه هم گیر کردیم این وسط یه شکاف عظیمی وجود داره مادامی هم که این یک پارچه نشود امیدی به این که از باور تصمیم و تدبیر تا اجرا شکل خاصی از غرب بتونه مشابه کار قربی ها بتونه ارائه کنه شما چنین توقعی نداشته باشید اما ما که غربی نیستیم ما مدعی هستیم در جامعه دینی حرف از خودمون داریم ما به ازای فلسفه در جامعه خودمون در قرآن مفهومی داریم به نام حکمت ابتدا عرض می کنم خدمت شما دوستان که دوره‌ای که آغاز شده دوره زدودن اشکالات علمای پیشینه علمای پیشین ما یک اشتباه وحشتناک مرتکب شدن که به خصوص نسل جوان ما باید اون رو حل کنه انسان یونانی انسان غربی در کانتکست غرب شامل یونانی لاتین فرانسوی آلمانی و انگلیسی در هر پنج حوزش کرچی میریم جلوتر از همه از یونان تاثیر میگیرن بعد لاتینیش که میشه روم ایتالیا و غیره اونا از اینا تاثیر گرفتن آلمانی و فرانسوی و به همین نسبت مفاهیمشون تقریبا هم خانواده است دیگه انسانی که توی غرب زندگی میکنه اساس معرفت شناسی و خودشون خودشونه که بخواد بدونه تو یک کانتکست سیر میکنه اون مفهومی که میدونه مفهوم غربیه انسان عرب مشکلش دو برابره یعنی وقتی بخواد دانش فلسفی غرب رو بگیره به زبان عربی در واقع هماهنگش با زبان عربی هماهنگش کنه مشکلش دو برابره یعنی باید ریشه های زبانی خودش رو بدونه غربی رو هم بدونه مثلا مفاهیم یونانی رو اینها رو روبروی هم کاملا منطبق کنه کارش دو برابر نسبت به دانشجوی غربی دشواره انسان ایرانی امروز در طول هزار سال گذشته کارش سه برابر مشکل بوده خوب به این نکته دقت کنید بعضی ها اینجا میگن انسان ایرانی امروز امتناع تفکر داره من معتقدم که انسان ایرانی انحطاط تفکر داره یعنی تفکرش فاسده دلیلش اینه که ببینید شما آشپز خوبی هستید و اما مواد غذایی که به شما دادن باش آش بپزید مواد فاسده تقصیر شما نیست دانشمندان ما روششون خوبه مفادشون فاسده مفادی که نسبت به اون علم تولید میکنن همین کلمه علم رو دیدید نه معلومه که روبروی آموزه است یا اینکه روبروی دانشه خود همین کلمه علم در مقابل ساینس مواد اولیه ی تولید علم مفاهیمند انسان غربی یک سری مفاهیم میدونه اتیمولوژی میکنه و ریش شناسی انسان عرب از قرب که میگیره با مفاهیم خودش دو دسته باید اتیمولوژی کنه انسان ایرانی سه سه گونه مفهوم رو یکی از مسائلی که تلاش داریم در طول چند سال گذشته هم همین کار کردیم که این مفاهیم از هم تفکیک کنیم کاری که متاسفانه بزرگان ما نکردن اشتباهی که ابن سینا کرد فارابی تا مرحوم ملا صدرا تا همین امروز همین امروز شما همین امروز سر کلاس های استادای فلسفه برید همین اشتباه رو میکنن افلاتون درس میدن واژه ها عربیه ایدیا این که میگن ایده ایده کلمه ایده مال افلاطونه. ایده ایدیا اونجا میاد مفاهیم عربی نفس نفس رو قرار میدن روبروی سول. قلب و قرار میدن روبروی هارت عقل و قرار میدن در مقابل نوس یا ریزن نیست واقعا اینا روبروی هم نیست روح در مقابل اسپریت نیست یکی از بزرگترین اشتباهات اجداد علمی ما این بوده که واژه های مقدس و عمیق قرآنی رو گذاشتن جای واجه های کتوله تفکر فلسفی قرب فلسفی قرب خیلی عمیقه ها بنده هم متهم به ضد فلسفه بودن نشم من دارم فلسفه غرب میخونم اما یه واقعیت من به شما عرض کنم هیچ کس نمیتونه این رو رد کنه عمده استاد فلسفه تسلیم شدن چون خراب کردن دیگه هزار سال بزرگان ما خراب کردن عقل قرآنی با خرد فارسی با نوس یونانی با ریزن لاتین یکی نیست قلب قرآن قلب با دل در فارسی با هارت در لاتین یکی نیست تا پس فردا من میتونم برای شما بشونم از این مفاهیم بشمرم دوره این که انسان ایرانی ذهنش رو سه تا فایل طراحی کنه یک سری واژه غربی رو کامل بندی کنه شعن اونا رو بشناسه چاره ای نداریم چون تفکر غربی امروز قالب در دنیا دوم فایل مفاهیم فارسی خالص خود ماست شعن اینا رو بشناسیم چون ایرانی هستیم افتخار میکنیم به فارس بودنمون و سوم چون مسلمانیم و ادعای پیاده کردن دین رو داریم و پرچم پیاده کردن دین و تحقق دین رو برافراشتیم ما باید قرآنی فکر کنیم هر نوع خلط این سه حوزه خیانت به معرفت از یک سو و خیانت به بشریت از سوی دیگه است خیانت قید خیانت میارم که معلوم بشه اگر کسی اومد گفت دل همون قلبه بیاد بشینه مناظره میکنیم دل فارسی اصلا مشتقات نداره دلبر و دل شده و دلخور و دلگیر و ولی قلب عربی کانون انقلاب کلمه انقلاب ریشش توی قلبه منقلب مقلب خب ببینید کی گفته هارت همون دله و دل همون قلبه یکی از اشتباهات بزرگان ما این بوده که حکمت و فلسفه رو قاطی کردن. فلسفه هیچ ربطی به حکمت نداره. این اشتباه کردن بزرگان ما ای تعالی بزرگان ما از ابن سینا تا امروز اشتباه کردن حکمت و فلسفه رو یکی گرفتن. هر کس گفت حکیم آلمانی کانت این نه حکمت رو میشناسه نه کانت رو حکیم آلمانی اون فیلسوف آلمانی افلاتون حکیم نیست فیلسوف این تفکیک رو یادمون باشه باید انجام بدیم پس اولین کاری که باید انجام بشه چیه؟ اینی که در مبنای باورسازی چرا دین رو مسئولین ما گفتن پیاده نمیشه؟ چون قسمت اجرا رو میگیرن تو اقتصاد میاریم اقتصاد لیبرالی پیاده میشه تو سیاست سیاست مثلا پرنوکراتیک غربی پیاده میشه چرا چون مبانی فلسفی و حکمی ما قاطی شده لذا فلسفه غرب مفهوم فیلاسوفیات دوستداری دانش در یونانی میشه دوستداری دانش با حکمت در قرآن یکی نیست این اکتسابی صرف این اعطائیه میگه ما حکمت رو به لغمان دادیم هر دلمون بخواد میدیم اینجوری میگه خیلی چیزا رو میگه دلمون بخواد میدیم یکیش حکمت آدم باید لایق بشه تا حکمت رو بهش بده این با فلسفه فرق میکنه و ما اثبات میکنیم میبینید که اینجوری هست لذا در اندیشه شیعی نه فلسفه بلکه حکمت طبیعتا حکمت حکمت مضاف میده حکمت های موضوعی حالا تقسیمات امروزی رایج هست اقتصاد سیاست فرهنگ چه 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 بله هر کدوم از اینا رو شما بگیرید براش حکمت خاص اون گرایش از دل حکمت خب تا... تو اینجا ما الان حکیم داریم بزرگانی در حوزه علمیه داریم به نام حکیم یه بزرگانی هم داریم به نام فقیه اونجا هم همین شکاف به وجود اومده گروهی حکیم و گروهی فقیه و متاسفانه تلاش نشده این خلع وسط کامل پر بشه این خلع وسط مفهومی است به نام قواعد فقهی در واقع آنچه که توی غرب دکترین نامیده میشه در نگاه شیعی عنوانش قاعده است منتهاش قید شیعی که میاریم دینی میشه میشه قاعده فقهی دکترین های کلاسیک غرب رو خیلی رو میشناسید به ایلیاد و اودیسه نگاه کنید پر دکترینه معروف ترینش که خب میدونید دیگه پاشنه آشیل جمله که این کلمه که میاد میدونید که یک انسان بسیار پرقدرت قهرمان یه نقطه ضعف داشت اونم این بود که قلبش تو پاشنه پاش بود مثل رستم ما که مثل اسفندیار ما که ضعفش توی چشماش بود رو این تن نبود ما به ازای چنین قواعدی که قرب با اونها فلسفش شیفت میشه به استراتژی خیلی راحت میگن آقا پاشنه نطق دیروز جورج دبلیو بوش رو شنیده باشید سه تا نکته اساسی داشت دیگه بحث مسئله انرژیشون بود بحث عراق بود و بحث ایران در مورد انرژی گفت ما باید 10 ده سال آینده 80 درصد وابستگیمون رو به نفت نفت خاورمیانه کم کنیم این جمله رو داشته باشید پاشنه آشیل اینو توی سیاست بلا فاصله میگن پاشنه آشیل آمریکا انرژی کدوم انرژی انرژی که توی خاورمیانه است یعنی توی یک کلمه روشن میشه که سیاست استراتژی های اینا ریشه در چه مفهومی داره مفهوم استراتژی پاشنه دکترین پاشنه آشیل اونم از حیث انرژی توی اقتصاد لذا توی فلسفه مضاف توی فلسفه اقتصادیشون باید برن به سمت جایگزینی این مسئله. اینجا ما در قواعد فقهی اون جلسه مثال زدم خدمت شما گفتم که ما مثلا میگیم قاعده نفی سبیل در فقه میگیم قاعده لا و لا نه به خودتون زرر بزنید نه به دیگری زرر بزنید. قاعده نفی سبیل ما این قاعده نفی سبیل رو توی فقه اگر بیاریمش اینجا توی استراتژی ها هم استراتژی تکنیکی در میاد هم استراتژی هم تکنیک در میاد هم استراتژی قاعده نفی سبیل این که هیچ بیگانه و اجنبی غیر مسلمانی نباید بر مسلمان مستولی بشه خوب دقت کنید توی سطح فردیش در سطح تکنیکی اینکه زن مسلمان نباید به عقد مرد غیر مسلمان در بیاد یک مرد اجنبی بر یک زن مسلمان چیره بشه این میشه سطح تکنیکیش ببینید قاعده تو سطح تکنیکی جواب میده توی سطح استراتژیکیش میگه میشه اینکه اسرائیل نباید بر ملت فلسطین سیتره داشته باشه نفی سبیل قاعده فقهی قواعدی که در سطح تکنیکی تا سطح استراتژیکی انعطاف داره میتونه کار کنه همونطوری که بی شده وقتی اینا رو از غرب آوردیم این قسمت رو بی کردیم سعی نکردیم یک کلکسیون و دایره المعارفی از دکترین های غرب تبیین کنیم اینا رو درس بدیم تا اینجا نظام اجرایی مدرن محقق بشه اینجا هم یکی از ضعف های کلیدی اینه که حجم عظیمی مکتب مطلب در حوزه حکمت تولید شده حجم عظیمی از کار فقهی هم شده اما اونی که هنوز محدود و لاغر و نازکه حوزه قواعد فقهیه الان به هر کدوم از کتب اصول فقه و کتب قواعد فقهی نگاه کنید تعداد اصولی که توی این مدت تولید کردن و کار کردن تعدادش کمه در واقع ما به ازای فیلسوف ما اینجا حکیم داریم ما به ازای دکترین قواعد فقهی داریم و ما به ازای استراتژیست ما فقیه داریم نقشی که یک مرجع تقلید که کنار نشسته درسشو میده استفتا میکنن جواب میده نقشی که این انجام میده بلا نسبتش بلا نسبتش بلا نسبتش تو غرب مثلا میشه نقش کیسینجر 85 سالشه دیگه این مراجع توی جامعه ما هم همه سنشون بالای 70 80 سال میشه دیگه اون اونجا میشینه یه فتوای استراتژیک میده امثال بوش گوش میکنن اینا هم اینجا یک فتواهایی میدن ماها گوش میکنیم البته گوش میکنیم میذاریم زمین انجام نمیدیم ما. خوب دقت کنید بومی کردن تفکر تصمیم سازی و تدبیر و اجرا در مدل شیعیش کاملا این قواره رو داره یک یادتون باشه هیچ فرهنگی و هیچ کشوری تا به حال نتونسته رقیب این رو طراحی کنه و داشته باشه دلیل این که هرچی استراتژی تهیه میکنن علیه ایران زمین میمونه به خاطر اینکه به طور ذاتی ما یک چنین نقطه قوتی داریم من رفته بودم حوزه علمیه گفتن آقا میخوایم استراتژی کار کنیم گفتم اگر این کارو بکنید این قسمت رو گرفتید و وقت این آوردید بهش اضافه کردید میشه التقاط انسان شیعی باید این قسمت رو کامل بدونه دشمنم کامل روشاشو بشناسه مطالعه تطبیقی کنه اسمش میشه دکترینولوژی دانش تخصصی اشراف بر های دشمن و بیگانه و امروزی و مدرن و قواعد فقهی خودی البته نه این تعداد قاعده ای که از زمان مرحوم صاحب جواهر تا حالا بوده نه خیر ما امروز باید متفکرینی تربیت کنیم که بتوانند خودشون قواعد فقهی جدید تولید کنن کما اینکه اونا توی غرب تو دکترین های قدیمشون نموندن هی دارن دکترین جدید تولید میکنن تربیت افرادی که قواعد پیچیده بتونن تولید کنن فقه ما رو کاربردی تر میکنه از کجا باید اینو تولید کنن باید رو بیارن به حکمت کما اینکه کسی که بخواد استراتژی بده تا دکترین نده استراتژیش فایده نداره دکترین میخواد بده حتما باید فلسفه غرب بدونه فلسفه فلسفه مضاف دکترین استراتژی مو... عمومی استراتژی موضوعی این میشه از تدبیر و تصمیم تا اجرا در غرب حکمت حکمت مضاف قواعد فقهی فقه عمومی خرد و کلان فقه موضوعی خرد و کلان میشه روند هستی شناسی تصمیم و تدبیر در نگاه شیعی این ماهیت در تنظیم حقیقت و واقعیت یه جایگاه ویژه داره در تنظیم حقیقت و واقعیت ما سگام اول یعنی حکمت حکمت مضاف و قواعد فقهی رو میگیریم حقیقت همونطوری که فلسفه فلسفه مضاف و دکترین توی قرب ادعا دارن که میخوان حقیقت رو تبیین کنن همزمان از قواعد فقهی فقه عمومی و فقه موضوعی بهش میگیم واقعیت فرق بین حقیقت و واقعیت فرق بین فلسفه تا دکترین و از دکترین تا استراتژی فاصله بین حقیقت و واقعیت کجا حقیقت و واقعیت اوورلپ و همپوشی پیدا میکنن در حوزه دکترین در غرب و قواعد فقهی در مذهب شیعه پس اونی که اهمیت داره هم باید حقیقت رو ببینه هم باید واقعیت رو مفهوم دانش دکترینولوژیست میبینید واقعیت حقیقت این فضا ما رو به دو مفهوم دیگه میرسونه یکی به قاعده یکی به قانون یعنی برای اینکه بگیم چطور باید توی جامعه قانون گذاری کرد تو قرب ببینید چطوریه این قسمت که شد حقیقت این قسمت شامل سه بخش فلسفه فلسفه مضاف و دکترین از دکترین تا استراتژی عمومی و استراتژی موضوعی این سبز روشن شد واقعیت اوورلپ حقیقت و واقعیت حقیقت و واقعیت اوورلپ و همپوشیشون توی حوزه دکترین بود دیگه که بهش گفتیم میشه قاعده دکترین اساس قواعد به همون قاعده و استراتژی ها و عمومی استراتژی عمومی و موضوعی برخواسته از قانون واقعیت دو بخش داره قاعده و قانون اون چیزی که واقع میشه بسیاری از قوانینی که در کشورهای غیر غربی تبیین میشه این قوانین ماهیت قاعده و مبانی و حقیقتش روشن نیست لذا نه تنها سیاست گذار بلکه قانون گذار هم باید اندیشه فلسفی فلسفه مضاف دکترین استراتژی عمومی و استراتژی موضوعی بدونه توی غرب در جامعه ما هم همینه ما مسئله حقیقت داریم و مسئله واقعیت حکیم میاد در حکمت محض و حکمت مضاف حقیقت رو تبیین میکنه تا جایی که حکمت منتج میشه به قاعده قاعده رو که در آورد از اونجا میشه واقعیت رو شکل داد عینیت داد این قاعده رو میشه تبدیل کرد به قانون استراتژی ها برخواسته از قانونند فقه خودش قانونه دیدید دیگه ما میگیم فقه و حقوق فقه قانونه پسا قانونه اما اونی که پیشا فقهه همینطوری که میگیم پیشا قانون میشه قاعده پیشا قانون یعنی قبل از قانون که میشه قاعده قبل از استراتژی میشه دکترین قبل از فقه قواعد فقه این روند نظام ویژه تصمیم سازی در غرب و در اندیشه شیعی است به شدت رقیب هم دیگن به شدت قدرت رقابت با هم دارند و تنها رقیب 2500 سال 2700 اند... سال اندیشه فلسفی غرب که به اینجا رسیده فقط اندیشه شیعی است حد مشترک هر دو دانش دکترینولوژیه که این لایه رو میپوشونه تمام تلاش ما و توان ما تبیین این پنج نکته و این پنج نکته به صورت تطبیقیه یعنی آنچه که در این سلسله کلاس ها به حول قوه الهی توفیق بود تبیین این ده گذار است یعنی اینها رو به صورت تطبیقی تبیین میکنیم که ببینیم چطور باید از اینجا شروع کنیم بیایم تا اینجا به مرحله اجرا تصمیم رو ارائه کنیم به کسانی که در واقع مجری هستن فضایی که میبینید فضای تخصصی دانش دکترینولوژی قلب دوگام قبلی و دوگام بعدی به صورت تطبیقی است این روند و حرکت چارچوبش به این نسبته که ما اول از فلسفه غرب می آغازیم سپس به حکمت میپردازیم اینا رو با هم مقایسه میکنیم چرا فلسفه حکمت نیست و چرا حکمت فلسفه نیست یک نگاه جدیدی رو در فلسفه و در حکمت ارائه میکنیم که خب هم انحصاری است و خاص جامعه شیعی ماست و خط نیست بر فلسفه و حکمت یعنی در واقع همه این جنگ و دعوا که تو این زمینه هست رو مدعی هستیم که توی این چارچوب میتونیم دستبندی کنیم مرحله بعد تبیین این دو حوزه است و مرحله بعد هم تبیین این بخش این بخش در حوزه مبانی که الان درگیر بحث اون هستیم در این دو جلسه در حوزه مبانی احتمالا ما تا ده جلسه درگیر مباحث فلسفی و حکمی هستیم برای تنظیم مبانی این قضیه که شما با مبانی تصمیم سازی در حوزه تصمیم و تدبیر از باور تا اجرا به طور نسبی آشنا بشید که ما بعدا وارد دکترین ها و روش شناسی دکترین و تنظیم قواعد بشیم و بعد به مرحله طراحی استراتژی مجموعاً از دو جلسه گذشته جلسه قبل و این جلسه در مبانی هستی شناسی دکترینولوژی برای تحریزی استراتژیک و تحریزی تاکتیکی و تحریزی تکنیکی آنچه متوجه شدیم این بود که تصمیم چاره سیاست مفاهیمی هستند که یا فارسی یا عربیان یا از جای دیگه آمدن اول تکلیفمون رو توی محیط فرهنگیمون باید با این مفاهیم روشن کنیم به مرور از ادبیات استراتژیکی که ارائه می کنیم شما این نکته رو خواهید دید که ما مفاهیم عربی رو از مفاهیم فارسی و هر دو رو از مفاهیم یونانیش جدا می کنیم. هر کدوم رو سر جای خودش مورد ارزیابی قرار میدیم البته ما به اندیشه بشری و میراث بشری احترام میگذاریم آنچه که در غرب تولید شده در ایران تولید شده یا در جهان یا در حوزه اندیشه قرآنی هر ستاش برای ما محترمه اصرار ما فقط یک مسئله است هر ستا رو از هم تفکیک کنید بد بپذیرید اینجوری نباشه که اشتباهی که علمای ما مرتکب شدن در هزار سال و امروز اساتید ما در دانشگاه و حوزه مرتکب میشن این واژه ها رو جای همدیگه میذارن ابا دارن انگار مثلا اگر ما این کلمه لاتینش رو گفتیم فارسی رو پاس نداشتیم ما به ازا نداره نمیتونید بگید نوس همون نعقله بگید نوس چه اشکال داره شما که به یه وسیله میگید مثلا به فرانسوید تلویزیون خب چرا به انگلیسی نمیگه تلویزیون اینجا هیچ اشکالی وارد نیست اصرار بر این که حالا بگیم مثلا این موبایل این مثلا دورنگاره این دورگوه نمیدونم این فکسه این نمیدونم رایانه است یارانه است از این اصرارها نکنیم هر چیزی رو سر جای خودش خوب تبیین کنیم بعد ما به ازا تعریف کنیم خیلی از این ما به ازاها جواب نمیده چون برخواسته از یک یعنی هر تکستی از یک کانتکستی برخواسته اگر کسی آمد اینا رو خلط کرد حتما تولید فکرش دچار انحطاطه این مفاهیم خوب اتیمولوژی یعنی ریشه شناسی و سپس ترمینولوژی مفهوم سازی شناسی در بازه زمانی و آنگاه متدولوژی یعنی روش شناسی و در نهایت اپیدمیولوژی یعنی فراگیر سازی شناسی بشوند مطمئن باشید خیلی از موانع سیاست گذاری مطلوب در جامعه ما صورت گرفته و رفع شده و قطعا اساس تعریزی استراتژیک بر پایه همین موارد تعجب نکنید ابتدای کتاب های استراتژیک توی غرب از کتاب صفحه صد کتاب تی اچ کلیر این جمله رو میارن جمهور افلاتون از اپلن هست یک طرح استراتژیک جمهور افلاتون اوتوپیای سر تامس مور یک طرح استراتژیک دیدگاه جرمی بنتام در سودنگاری یک طرح استراتژیکه یعنی طرحهای استراتژیکشون از طرحهای فلسفیشون شروع میشه برای این منظور همون مفادی که مد نظر اون فیلسوف بوده منتقل میشه حالا اگه شما آمدید واژه عربی یا واژه فارسی رو گذاشتید جای اون این جواب نمیده ما هم همینطور ما هم اگر خواستیم با قرآن چنین شوخی کنیم مفاهیم غربی رو بذاریم جای مفهوم قرآن مفسرین قرآن میگن این عنوانش ازلمه ازلم میدونید که ظلم برتر دیگه یک ظلم خیلی عجیب و غریب مادامی که کسی چیزی رو به خدا نسبت بده میشه ازلم یه ظلمی مرتکب شده عظیمترین ظلم بدترین نوع ظلم نسبت بده به خدا چند ماه پیش توی دانشگاه تهران این بحث رو گفتم دیگه که قلب قرآن شده این پمپ خون قلب سلیم سلیمشم تو سلامتم تو این وزارت بهداشت شده معاونت سلامت این ازلم دیگه یه کلمه فارسی بذارید جاش چه دو تا واژه قرآنی رو خراب کردید کی گفته در وزارت بهداشت ما یه چیزی به نام سلامت داریم اینجوری اون سلامت سلامت اون سلامتی که قرآن گفته اگر مد نظرتون چیزی غیر از اینه که غیر از اینه خب یه واجد غربی بذارید جاش شما تو این بیمارستانا که میرید از این ایستگاه پرستاری هست بهش میگن به صلاح چی میگن استیشن به جای ایستگاه پرستارم که میگن نرس از آنجوکتو نمیدونم این حرفا گرفته کلمه‌های های قلم انگلیسی رو حالا همین به همین یک قلم که رسیدن واژه قرآنی سلامت رو خراب کردن واژه قرآنی قلب و گذاشتن بیمارستان قلب خب اینکه که بیمارستان هارت هه. هارت هاسپیتال خیال خودتونم راحت کنید این ازلمه عدالت یعنی هر چی سر جای خودش اگر هر چی سر جای خودش عدالت باید از مفهوم شروع بشه عدالت این نیست که بگیم حالا فلان کس اینقدر برد و اینقدر خورد و همش که این نیست عدالت یعنی هر چی سر جای خودش از کجا آغاز میشه از مفاهیم اگر شما تحریزی استراتژیک میکنید مفاهیمتون سر جای خودش نیست طرحتون قطعا دچار اشکال اساسی است پس ما در روش کار خودمون اینها رو تفکیک میکنیم از هم به طور قطعی مفاهیم قرآنی رو سر جای خودش می‌بینیم همونطوری که دیدید با حفظ احترام به فلاسفه اسلامی نمیدونم چجوری میشه همچین کلمه ای داشت فلسفه اسلامی با ضمن احترام به این بزرگان اما نخیر ما نه فلسفه رو حکمت میگیریم نه حکمت و فلسفه می‌گیریم بله هزار سال اشتباهاتی کردن ما مجبوریم بیرق و علم اصلاح این اشتباه رو به دوش بگیریم جوان دانشگاهی و حوزوی ما هم یک رسالت داره مفاهیم رو قرآنی یک فایل عربی فارسی یک فایل و غربی هم یک فایل جدای از هم کلمات رو روبرو هم بچینه البته بعضی واژه ها ما به ازا نداره مثلا زمان و وقت در عربی خیلی معادل فارسی نداره شاید شما بگید مثلا گاه نداره مثلا ما تو فارسی بعضی کلمه ها رو نداریم در غرب بعضی واژه ها ما به ازای قرآنی یا فارسی نداره که تو مسیر بحث که میریم متوجه میشید این اشتباهاتی که بوده این جنایت فاحشی که مترجمین فلسفه مرتکب شدن از یونانی به عربی از عربی به فارسی و امروزم به همین نسبت رشنالیسم یعنی عقل گرایی غلط در غلط عقل عربی با گرایی فارسی میذارن روبروی این کلمه دیدید فن آوری فن عربی با آوری فارسی جلو کلمه تکنولوژی حالا جالبه کیا کسایی که تو فرهنگستان مثلا زبان فارسی میشینن از این خبت ها مرتکب میشن نزا شما میبینید ما اینجا چیزی به نام آموزه نداریم آموزه که میگن جای دکتورین آموزه مفهومی است ما به ازای علم بارها گفتم دیگه عالم علم را به متعلم تعلیم میدهد خوب دقت کنید آموزگار آموزه را به دانش آموز می آموزاند عالم علم را به متعلم تعلیم می دهد و آموزگار در واقع آموزه را به دانش آموز می آموزاند نشون میده که آموزه یعنی علم به عربی اینجا لفظ ساینس رو گرفتن جاش گذاشتن دانش بعد ما به ازای دکترین گرفتن آموزه خب اگه اینجوری بگیم به جای این کلمه دکتر که امروز میگن باید بگیم آموزگار آموزگر دکتر میشه آموزگر دیگه دکترین وقتی شد آموزه کسی که به دکترین اشراف داره میشه دکتر دیگه میشه آموزگار آموزگر غلطه لذا واژه آموزه و واژه علم در عربی و فارسی اعم از دکترینن دکترین حدش کمتر از علمه یعنی اگر گفتید آموزه بعد منظورتون دکترین بود ظلم کردید به کلمه آموزه یکی از مفاهیمی که ما به ازای فارسی و عربی نداره دکترینه حالا نزدیکش توی عربی میشه قاعده یا مثلا استراتژی برداشتن گذاشتن جاش راه برد خب راه برد مشتقات نداره میگه راه برد بعد میگه راه بردی نمیشه جواب نمیده جواب نمیده حالا به مرور که اینها رو مورد ارزیابی قرار بدیم بهتر براتون روشن میشه پس در جلسه گذشته اساس تحریزی رو گرفتیم قاعده مرکز پیرامون زنان شیفت شد به خانواده خانواده شیفت شد به مفهوم زندگی یک ترا تر اساس کار رو میبینه یعنی سوزن پرگا رو میبینه مدادی که دایره رو ترسیم میکنه اون رو نمیبینه در این حوزه هم اصل دوم مد نظره اصل دوم اینه که تحریزی استراتژیک با مفاهیم صورت میگیره مفاهیم برای انسان غربی شناخته شده است تو یک کانتکسته برای انسان عرب دو برابر زحمت داره عربی و لاتین برای انسان ایرانی سه برابر ز... ز... زحمت داره لاتین و غربیش به اضافه عربی حالا عربی که میگه منظورمون قرآنیه نه هر عربی و سوم هم فارسی در واقع یک انسان ایرانی یک دانشمند حوزوی و دانشگاهی ما سه برابر یک انسان غربی قرب... باید زحمت بکشه اصل دوم اینه مفاهیم اینجا تعریف خاص این کلاس رو داره یعنی کسی با پیشفرزی از کلاس بیرون یا از کتابای بیرون یا از دانشگاه بیرون سر این کلاس نمیتونه بیاد اینجا که آمدید هر کلمه ای خاص تعریف ما رو داره انحصاری هم هست لذا واژه غربی دکترینولوژی که میبینید این اولین باره توی دنیا شما میشنوید حتی ما توی زبان اون علم تولید میکنیم به زبان اونها با ادبیات خودشون اینجا هم که ما علم تولید میکنیم به زبان خودمون هم این انحصاریه هم اون انحصاریه هر دوش رو به یک نسبتی تفکیک میکنیم یعنی ما سه دسته علم تولید میکنیم علم برای غربی ها که شده دانش دکترینولوژی علم ایرانی و علم قرآنی که از قرآن برداشت میکنیم این روند رو برای نظام جامعه تحریزی استراتژیک کشور ضروری میدونیم به دلیل اینکه ما الان دچار التقاتیم یعنی دستگاه های تصمیم ساز ما التقاطی میاندیشند التقاطی تصمیم میسازند التقاطی مصمم میشوند و متاسفانه التقاطی اجرا میکنند برای نجات این قضیه نوع تحریزی استراتژیکی که انشالله گیرش هستیم این سازوکار رو دنبال میکنه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته